سلام میکنیم به اسی عزیز. مخلصم. جالبه اسی، به خاطر اینکه نیا کن هر دوتا بود تو یه شهر زندگی میکنیم، حالا یه 20 دقیقه 25 دقیقه و همگه فاصله داریم. بله، هممون تو خونه ها همینطور. البته تو مثل که میری سر کار رو میایی. من بعض موقع، من علی جان یکی دو بار رفتم آفیس سر زدم به خاطر که به جان تو اینقدر تو خونه موندم و غذا خوردم کرونا گرفتم علی، به جا کرونا جان علی کرونا. ببین گوند اصلا جا نمیشم از در دیگه برم بیرون، ولی میرم یه سری میزنم، حواسم خیلی جمعه، میبینی ماسک و اینا میزنم که مواظبم دیگه. البته امروز میخواستم تو خونم ماسک بزنم که غذا نخورم، چون من تو خونم ماسک بزنم. البته رضا یه کار خیلی جالبی کرده. رضا الان باید نشون بدم، رضا یه بطری مشروب اینجا گذاشته، میدونی که برادرم رضا میگه الکل نداریم، کسی هم نمیخوره، دستامون رو با این میشوری. خیلی رضا کرکتره به خدا، باربیکیو یه ویسکی میگم این بطری $100 گذاشتی اینجا، میگه دستمون رو بشوریم مهمون. آره واقعا علی چه بلایی سرمون آوردیم این کرونا، این چی بود؟ What happened؟ واقعا نمیدونم. منم واسم آیا به این بزرگی هست که میگن؟ یعنی واقعی واقعا هستش. به نظر من یه مقدارشون تازه دارم پنهان میکنم اسی. ناخنی جان تمام معروف ها مثلا اومدن گفتن تام هنگس گرفت، خانومش گرفت، نمیدونم نخست وزیر انگلیس و چی بود گرفت، همه بزرگا رو میگن گرفت. خوب بعد اصلا نمیدونم what's going on، اصلا I really don't understand چه اتفاقی داره میفته تو این جامعه. چند نفر از سرمایه‌دارا تو ایران، چند نفر آدم های مختلف گرفتن و بعضیش مثلا فوت کردن. آره ولی مثلا، ولی واقعا این اتفاق، البته ببخشید نه بخوام دلیل ندونی بشه، اما خیلی جالب میزنه چون هر جا یه جوری خودشو نشون داده علی جان. ببینید چی به چه میگم، تو اهالی لس آنجلس، تو دوره برای لس آنجلس هنوز یا جدی نگرفتن یا نمیدونن کیسش چیه یا شوخی دار، چون هنوز شلوغه مردم تو خیابون، مخصوصا هموطنان عزیز ایرونی خیلی باحالن. ایرونی ها خیلی باحالن. آره مثلا میگه کرونا اینجا پسر خالشه، اصلا با این کاری نداره. ببینید تو دانتان میری، تو دانتان میری ایرانی ها هم تو مشغولن. ببین به جون خودت، فقط دولت اومده دم مغازه ایرانیا، میگه آقا کاری که اسنشاله، کاری که مهمه، دارو نشسته قضاشم آورده چهار تا مکسیکی هم ریخته داره پارچه، میگه تو کجای کارت مثلا مهمه که بخوای پارچه بشون، یا آقا کار من اسنشاله. فقط ایرانیا اوپنه، فقط ایرانیا رو داره به زور میبنده به جان علی، باورت نمیشه. آقا بهشون میگه خواهش میکنم بیرون نیا، همینجوری ایرانیا انگار نه انگار تخمه میشکنن، حال میکنن، ماسک نمیزنن، نمیدونن به جون تو چه اتفاقی داره میفته. ما ایرانی اصلا برامون اصلا نیست and I don't know why. I really don't know why. ولی واقعا از بچه ها چه خبر از ببین از بچه ها همه با دو شایعات که صحبت میکنم چفلک میدینی، الان میدینی که لس آنجلس قبل از کرونا یه ذره تعطیل بود، الان دیگه قرومش برم دیگه تعطیل دائمی شد. میدونی بچه ها هر کدوم تو یه رشته فعالیت میکنن، همه خونه دارن سرگرم. آخه کارم بسازی به درد نمیخوره، کارم بکنی علی جان به درد نمیخوره. خب یه سری بچه ها دم آقای تطلو گرم که از همه بهتر اون آنلاینه داره، یعنی اون آزاده دیگه، اون لایسنس فوش و حال و خانوم و عشق و حال و میده، اون کارهایی که بچه ها بعضی موقع اینجا در خفا میکردن ایشون داره اوپن میکنه و باقی بچه هم تو گیرن دیگه، حالا کار بسازن نسازن. بچه هاشون در تماسم، امیر جون مثلا از ترکیه، شایا جون اینجا تو لاس وگاس، همه خونه، همه نگران، همه کف کرده علی، همه نمیدونن چی میخواد بشه. میدونی we don't know what's... بیزنس ما هم نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیافته. What's gonna happen؟ میدونی آیا بعد از این، حالا میگیم، حالا تازه میگیم اینو مهارش کردن علی، بعد این طریق زندگی ادامه خواهد داشت. درسته. این که فاس مردم نروسن. به جان تو دیروز رفتم پست آفیس با یارو دیدی خط فاصله گذاشتن، حواست که نباشه پای تلفن سم کنی یه ذره نزدیک میشی مردم نروس میشن، داد و بیداد میکنه، یارو عقب وایس، اصلا همه یه جوری دیگه شد این آمریکایی که من میشناختم. علی جان یه چیز جالب واسه بگم، یه مطلب دیشب خوندم که نوشته بودش که بعضی از نگرش بعضی از این رسانه ها و بعضی از دکترا این هستش که تا سال 2022 باید این چیزها رو حفظ بکنیم. یعنی شما حساب کن 2000
22 دیگه میخوام فکر اینو بکنیم که بعض از هنرمندان میخوام کنسرت برن یا کاری بکنن اینا، دیگه به کجا میرسه دیگه؟ آره دیگه علی جان خیلی بسخره میشه. حالا ما بچه‌ای که منتظرن ما رو میبینن دوست دارن فان باشه، من میگم چی شوخی دوست دارم انجام بدم. این بچه‌های مدت آرایشگاه نرن، رنگ منگ نکنن، سیستم اصلا یه سری آدمای دیگه تو اتاق میان بیرون. علی میدونی که همه چی مصنوعیه، یعنی همه که مثل من نیستن کفش آهنی پاشو باشه، اونا یه جور دیگه خردن. خب یه شانسی هم که ما آوردیم علی جان، من داشتم فکر می‌کردم این تور خدافیسی آقای ابی خدا رو شو کرونا اومد، وگرنه ایشون می‌خواست تک تک خدافیسی کنه با همه بینندگان. اگر سه تا شب سه تا کنسرت تو یه شب تو تورنتو، بعد گفتن آقا چی شد؟ گفت نه دیگه از همه بعد خدافیسی کنم، نه تنها یه مثلا یه دسته جمعی همه رو بعد بغل کنم ماجگافه کنم، ایشون یه 50 سال دیگه هم تور خدافیسیش طول میکشید. ایوی جان آی لوف یو، ام جاست کیدینگ، شوخی نکنه نگی پدر پدرم بودن. آره استاد یه سوالم از شما پریروز کردم، گفتم میدونی چرا چوب خدا صدا نداره؟ چون فرو میکنه. نمیزنه علی، نمیزنه، فرومه. الان میگن چوب خدا فرو صدا نداره، ببین چه بلایی سرمون اومد، صدا نداره دیگه، پدرمون در اومده بجانه. علی جان امیدوارم شاد باشی به خدا. ما فقط اینو میگیم که مردم بخندن، میگن تو این داستان قرنطینه که بوده مردم نداشتن، خب نپکین میدونی نیست، اسفالت توالت نیست، خورده موله نیست. میگن یه خانومی در برنج داشته دم میکرده، بعد از شورتش استفاده کرده برای دم کنی، در برنج که واکره همه برنج ها سیخ وایستده بودن. این همی شنیدم البته، نمیدونم واقعیت داشته باشه. علی جان امیدوارم که واقعا واقعا همه شاد باشید اینجا که ما دیدیم. بفهمه خواهش کنم شما سوال. از مامان چه خبر؟ بابا چی کار میکنه؟ ببین مامان بابا خیلی باحاله. مامان بابا میگه که یه جای دیگه زندگی میکنه. بابا اومده اینجا، بابا این دره که وا کرد اومد تو، من فکر کردم به جان تو آلکایدا، من فکر کردم یه تروریست اومده، همچین خودشو پیچونده بود بالا و اینا، خیلی مواظبن. بعد همیشه زنگ میزنم میگم مامان هرچی میخواین تو رو خدا بیرون نرین. میگه نه مادر ما بیرون نرفتیم که، این فروشگاه سر خیابون نمیریم و میام. مثلا سر خیابون برای مامان بیرون نیست، مثلا دو تا چهار راه اونورتر بیرونه. میگم بابا کجاست؟ میگه جایی نرفته، همین پشت داره قدم میزنه، 20 نفر هم بیشتر باش نیستن. میگم مامان اصلا متوجه اینا پدر منو در بونن، ولی اونا خونه خودشونن دارن، بدبختا براشون سخته علی، خیلی براشون سخته. سنترشون بسته است، سنترشون بسته است، براشون غذا دلیوری میکنن البته خدا رو شکر، اونا اونجا گیر کردن، من و رضا اینجا تو خونه قرنطینه گیر کردیم، همه یه جورای قرنطینه ایم دیگه علی جان. تو با رضا زندگی میکنی؟ رضا آره، رضا هست، رضا تفلک خیلی از من مواظبت میکنه. گفتم که برای شستن دستم مثلا برای درست کردن این الکل و آبول گوشت اینجا که ما نمیخوریم، که ما فقط اینا رو میخریم دست و صورتمون رو باش میشوریم. البته میدونی که میگن میگن که اون کسی که الکل رو کشف کرده راضی بوده، میدونی که بله. مصرف کننده هم راضی هست. جالبه واسه من که اولا گفتگوی ما با هم دیگه در همون تب پنجشنبه شب واقعا چه ترکوندن بیننده. من فکر کنم اگه بخواستم رکورد بزنه بیشترین بیننده اینستاگرامی رو بله همیشه میاد و مردم چقدر لذت برده و چقدر حال کردن و چه شبی شد. تشکر از شما چون همیشه اجازه دادی من اوپنلی هر چی میخوام و بگم و خیلی خوب شد اون کارو کردی. خوبه من فکر کنم که مردمم از تو همین توقع رو دارم. یکی این که حتی باز صحبت میکنی، البته یک کاری کردی خواننده، یکی از دوست بچه خواننده گذاشت رفت ترکیه یه سال ترکیه زندگی کرد. بعد از اینکه این شوخی رو چی؟ دوستمون که این آهنگ خونده بودش که آها نکن بکن آره خب استاد من شوخی نه، من واقعیت رو براتون گفتم، واقعا آهنگ یه مسیج یه پیغام دیگه میداد میدونی. حالا گفتم اون دفعه هم خدمت رو گفتم یه خانمی هم اومده حالا آهنگش رو بدام کنم براتون میذارم، ایشون میگه تنگ 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 دل من. خب میدونی مغز ما مردم منحرفه دیگه، چهار تا نوت اولی که میشنویم میگیم داره راجع به چی صحبت میکنه میدونی، بعد میگه تنگ 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 دل من. خیلی خانم خوشگلی هم هست، حتما آهنگشو براتون میفرستم. میبینی؟ دیدم من نشتم این آهنگو. آره به جان تو به خدا آقای پرویز کاردان داره ویدیوشو. من براتون میفرستم. آقا این لغت‌ها رو استفاده میکنن که
جالبه دیگه، میدونی، یا مثلا بکن یا تنگی. حالا ما خیلی مواظبیم که حرفای بی ادبی نزنیم. اونجا که الان تو اینترنت علی جان میبینی وحشتناک دارن دیگه. خیلی خیلی مثلا آقا من خدایی سرام جدی میگم از شوخی گذشت علی جان، مثلا با پرروبازی نباشه، ما برای که فان باشه، دیفرنت باشه، خب یه ذره نمکشو زیاد میکنیم. ولی الان اون اتفاقی که داره میفته به نظر من یه ذره شایسته نیست علی جان. دیگه یه ذره داره پوشش میکنه، میدونی؟ درسته. به چه قیمتی بیننده بگیریم؟ به چه قیمتی ویور بگیریم؟ I don't think علی جان it's a good idea. اصلا من داداشم اسد، یادتونه اسد وکیل ایران؟ آره، آره، آره. اصلا زنگ زد گفت ایسی جان تو رو خدا زیر کمر صحبت گفتم نوکرتم زیر کمر صحبت من نکردم. گفت نه شما آقای امیر قاسمی بیننده هاتون مخاطبتون خیلی فرق میکنه، خیلی کلاسشون فرق میکنه، خیلی دیفرنتن. امکان داره یه ذره لبخند زده باشم ولی زیاد بی ادبی نباشه. گفتم چش اطاعت میشه، من سعی میکنم زیر کمر صحبت کنم. خوبه برادره، خیلی خوبه، ان شاءالله داره کارش درست میشه، به امید خدا بیاد، میدونی، اونم بیاد اینجا رفت آمد داشته باشه. همه خوبن. یادتونه اسد چقدر با هم حال کردیم تو دبی؟ با هم یادم نمیره اونو هیچ وقت. من یه وقتی که دیدمش اول خیلی از خدا خوشحال شدم، چون دیدم که یه نفری همش هر دقیقه که من میرسه گفتم چه احساس خوبی داره، احساس سلبریتی بودن و اینجا قشنگ میشه حس کرد که هر دقیقه گویا عکس بگیریم با هم و هر دقیقه عکس گرفتیم. بعد از یه چند ساعت که باهاش گذروندم دیدم نه این یارو که با سمون قدنون شاه رو بود با آقا هندیه گفت یه عکس با هم بگیریم. بعد از اون یه خود گشتیم دم در، اینی که در هتل باز میکرد لباس بلند پوشته بود و سیبیلی داشت، با اونم گفت یه عکس بگیریم. بعد دیدم نه من زیادی به خودم هندونه گذاشته بودم، این با هر کسی که رد میشه میخواد عکس بگیره. آقا یارو که قضا آورد تو اتاق ما لخت بودیم، گفتیم امضا گم بره، گم نبذار با یارو یه عکس بگیره، گفت ما داره دوش گرفتیم لختیم. آقا یارو روم سندی سندی اوه I like your brother very nice guy. یارو اصلا من نیدونم هم چیزی. آره دانس من دانس من همچین آدمی نیدم تا حالا که کسی اینقدر با همه بخواد عکس بگیره. رضا الوند ناقلا بهش واسابیه، دیدید این چیزای تند و تند گفت این آوکادو ایونی خورده. آقا واقعا چه، آره ایشتم به امید خدا دارم میبینن الان بیننده هستن، مخلصای دکتر، همه دوستتون دارن، همیشه سلام دارن و همیشه میگم سفارش میکنه تو رو خدا مواظب باش اینو نگو اونو نگفتم. بابا ما چیزی نگفتیم علی، بعد متفاوت بود دیگه، بعد اوپنش کردی. نه از تو اصلا، از تو حرف میزنی قبوله واقعا. من از کسی شما چون نوعی که حرف میزنی اولا با خصومت نیستش، یکی از دوستا، دوم این که با کسی شوخی میکنی. میدونم چند تا از هنرمنده اصلا سر شوخی های تو چیز شده بودن، حالشون بد شده بود. نه آره استاد بد شده بودن، یه زن ناراحت شده. من گفتم آقا ناراحتی نداره، بل لذتش بود. حالا برگردیم سر بچه های هنرمند که میخواستم علی جان از این موقعیت استفاده کنم تشکر کنم که ایش موقع یادم را. من با آقای حاتف عزیز به اندازه کافی کردید ندادم، چون حاتف برای من خیلی کارهای خوشگل درست کرد، یادم رفت. سیروس علی آبادی عزیز خیلی بد ازش تشکر کنم تو این برنامه، امیدوارم ببینه، نمیدونم سیروس کجاست، ایرانه. و بچه‌هایی که علل خصوص جدیدن باشون کارهای زیبا کردم، علی، آرمین مکری عزیز، امیر شیرازی، نوید قیاسی که خیلی بی‌چشم رویی، یکی از آهنگایی که خود دوست داری شهریار عزیز برام تنظیم کرده، با این بچه‌ها کار کردم که ان شاءالله بتونم این کارا رو، نمیدونم اگه بیاد بیرونم فکر کنم دیگه کنسرت همش خونگی باید باشه، همش کنسرت ها. شاید یه سیستمی علی به وجود بیاد که آقای امیر قاسمی بتونن کارتو بزنن، تو فکر نمی‌کنی برنامه اجرا کنیم پول به ایران تیم دست کنه؟ اتفاقا من همین حرفو با حسین مجید زدم، گفتم که شاید این سیستم پیپر ویو یه مقداری چیز بشه، البته نه اون استانداردی که ما فکر میکنیم در برای کشورهای دیگه یا برای هنرمندای غیر ایرانی صورت میگیره، چون ما جامعه خیلی کوچیک داره و بعدا مردم که از ایران که نمیتونن پیپر ویو بپردازن. آره ولی جامعه ایران ما الان فعالن علی، یا الان اینستاگرام تو ایران بچه‌ها واقعا قوقا که این نسل جدید علی جان عوض شد. اگه یادت باشه اون زمان قدیم که نوار اومد بیرون، نوار، آقای معین، آقای قدیمی ها میخوندن که تو خیابون وستفود شما میرفتی خرید بکنی،
سیدی ها که اومد جای نوارا رو گرفت، یه سری خواننده ها که هنوز مردم میتونستن سیدی بخرن، بعد این نسل جدید که اینترنتی شد خیلی از خواننده های لس آنجلسی عقب افتادن. قبول داری؟ اگه برنامه اگه اون برنامه من و تو یه دلار هر کسی رو چارج میکردیم که این برنامه خدا سر یه میلیون بودی، یه میلیون خدایی ساخته بودیم نساخته بودیم بیشتر گرفتار تو اینترنت میذاشتن ما چارج خیلی بیشتر گیرمون میآورد. و واقعا یه دارم جدی میشونگم این برنامه الان باید با این تکنولوژی، مثلا شما خودتون کسی بودی که من یادمه با وارتان آبانسیان میگفتی عزیز من اینترنتی باش، من قشنگ یادمه تو صحبتایی که میکردی اینترنتی باش، آنلاینی باش. میدونی کمپانی که نشد موفق نشد علی جان، الان یوتیوب و این اینستاگرام، البته اگه به فرم خوبش استفاده بشه، بی ادبی نشه، فوش نده، بی احترامی نشه، چون همه میتونن بی ادب و لات باشن علی جان جدی دارم میگم، ولی با نمک و با حال بودن و یه ذره پوینت رسوندن خیلی بهتره، فکر نمیکنین علی جان؟ باشه. چون بعضی از دوستای من شکایت میکنن، مثلا من یه پیشنهاد داشتم به شهریار عزیز، گفتم حالا علی جون زنگ میزنه باهات مصاحبه میکنه اینا، گفتم دوستش یه روزی ما هم بریم منم با هم بریم، گفتم نه آقا حرف میزنن اینو میگن اونو میگن، گفتم چی میگن بنویسن حرف. مثلا اون اتفاقی که با شهریار عزیز افتاد و آقای شهرام کاشانی عزیز، میدونی که خودش یک شهریار مرد سال اصلا جریان اوکراین، فلایت اوکراین از بین رفت، اصلا شدن همون شهریار داده. خب ببین این اینوی ایتس فان ایتس گود، حالا کارهای بدش هم داره ولی بیننده رو داره جلب توجه میکنه و میشه از کنارش پول در آورد اگه درست استفاده بشه. ولی متاسفانه جامعه ما، امیدوارم یه روزی بشه که بتونیم این کارو انجام بدیم آقای امیرقاسم، میدونی بتونیم من و شما، البته اینجوری که کرونا داره میره، من فکر کنم بیشتر این جایی نمیره، این بیماری هیچ جا نمیره، این بیماری میمونه، ما فقط باید مراعات کنیم، دستامون رو بیشتر بشوریم، ماسک بزنیم، فاصله هامون دورتر میشه. من فکر میکنم، فکر نمیکنی شما؟ کاملا. هنوز لس آنجلس هیت نکرده علی، هنوز لس آنجلس واقعیت رو نشون ندادن، واقعیت رو نشون بدن خیلی بدتر از اینه که من و شما داریم الان میبینیم. درست میگم؟ درسته. و بعد انشالله بتونیم استفاده کنیم آهنگا، کانسرت ها، برنامه ها. شما از من استادتری، شما بهتر میدونی، چه شما از ما یه قدم جلوتری تو میدیا. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نه جدی میگم، چه اتفاقی برای کنسرت ها میفته علی جان؟ شما ببین What do you think is going to happen؟ به نظر من، من حرفی که من زدم، من اولا که چیزی که میبینم اینه که یه سری از هنرمنده ما خود به خود، ببین تو هر چند سال یه بار یک سری متاسفانه شسته شدن و رفتن آب بردشون. بله این اتفاق، بعد تعداد هی کمتر و کمتر شد. دلیلش چی بود علی جان؟ دلیلش چی بود؟ خودشون. به نظر من چند تا مسئله است. یکی از مسائل اول خودشون بودن. شما اگه نگاه بکنی به خواننده های ما به خاطر اینکه بعد از سال 2000 قیمت خواننده ها رفت خود بالاتر و بعد یه گروه هایی که این کار نبودند اومدن تو بازار، میتونین اسمشون هم ببرید، کانسرت پروداکشن. آره، باز دوباره قیمت بردن بالا. اگه یاد باشه همون زمان من تو منزل شهریار که مهمون بودیم با شهرام سلطانی yes. همه بچه ها نشستیم، گفتم این روش خواننده های ما رو از کار بیکار میکنه، که بقیه بچه ها مخالفت کردن. درست همون اتفاق افتاد. یعنی نگاه بکنین، چون طرف نمیتونست با این پول هنرمند ببره به دالاس، ببره به هیوستون، ببره به شهرهای دور، میخواست همه کارها رو نزدیک انجام بده که مخارج کناریش کمتر بشه. صد درصد برجو خواست بزنه، چون خواست برجو بزنه اون شهرها رفته رفته اون خواننده ها رو فراموش کردن. You're absolutely true. به خاطر همینم شما وقتی دو سال تو دالاس یه برنامه نمیشه، یا دو سال تو شیکاگو برنامه نیستش، یا قیمت خواننده اینقدر بالاست که کنسرت گذاره دیگه ضرر میکنه، اون کنسرت گذار دیگه نمیره کنسرت بذاره. چرا باید بره کنسرت بذاره؟ چه دلیلی داره که کنسرت گذار بره کنسرت بذاره وقتی داره ضرر میکنه همش؟ خب نمیکنه. مثل مثلا لاس وگاس میمونه، لاس وگاس طرف هر وقت هر سال که برنامه میذارن لاس وگاس ضرره، هر سال ضرره. حالا حتی امسال هم ضرر بود علی جان، بازم ضرر بود. امسال بالاخره با داشتن شرکا ضرر شد. خب اون فرق میکنه چون که این داستری رو بگی ضرره. علی جان اگه این داستری بخواد ضرر باشه، بعد چجوری دارن اینقدر کار میکنن؟ امسال هم خوب نبود. ببین امسال هم نسبت به کاری که انجام شد اصلا خوب نبود. چیزی
سیریسلی، یعنی نشون میده، مثلا نشون میده که ما آرتیست داریم، ما الان زیر سالن 2000 نفره رو پر میکنن، چند نفر نه یه نفرشون. من شهیدم عربه، من شهیدم عربستان 5 نفر اومدن برای 20 خوانده. اون که ازم میگه، اون که ازم میگه خیلی کم تا بود، چه پول گنده اون ضرر داد، بن سلمان است که 2 میلیون بیشتر ضرر داد، خیلی ناراحت شد. اون اصلا قرار نبود پول در بیاره. نه ولی خب 2 میلیون بیشتر ضرر داد. آرتیستام تفلکو برای آزادی رفتن اونجا، شنیدم خوندن برای اینترنشنال. اینه من اینا رو شنیدم البته، منم مثل شما شنونده. آره ولی خب اینکه میگین ضرر شد، به نظر شما هم میقاسمی چیه؟ مردم نمیان؟ شما سولداد بود سالونه؟ شما خودت به من گفتید. آره ببین، آره ولی ببین همون مسئله است. با سولداد شدن نسبت به مخارجی که خرج میکنی، نسبت به مخارجی که بعد هم اضافه میشه، باز دوباره شما میبینی درآمد نداشتی. چرا یه سوال ازم، چرا اینقدر علاقه دارن بذارن؟ پس چرا همشون میجنگن برای لاس؟ به نظر من اون کسی که پولو میذاره علاقه ای نداره بذاره، اون کسی که پولو نمیذاره علاقه داره بذاره. چون برای خودش پول به وجود میاره، ولی اون کسی که برنامه رو میذاره یعنی پول میذاره سود نمی کنه. بس سالهای مختلف آدمهای مختلف علی جان، همیشه یعنی... همینطور بوده دیگه. در طی سالهای مختلف آدمای مختلف اومدن که به عنوان اینوستر بودن. ما آدمایی که داریم دربارشون صحبت میکنیم، هیچ کدومشون کسی که خودشون این کارو انجام میدادن یا اسمشون رو شما شنیدید، خودشون از خودشون پول نذاشتن. پس بدبختی اینه. پس اونم پس هیچ گونه اینترستی نداره. پس این بیزینسه اصلا این شما مثلا مال ایران، ولی پول ساز خواننده ایران اگه وارد اینجا بشه، خواننده ایران هم که وارد اینجا بشه دیگه، مثلا دیدید حامد همایون اگر نگاه کنید، دو تا برنامهش موفقیت آمیز بوده، بقیه برنامه هیچ کدومشون موفقیت آمیز نبود. دو تا برنامه موفق نه اصلا. و ضرر بزرگی تمام کسایی که کردن گفتم بازار، کسی که برنامه گذار بود سود میکنه، کسی که سرمایه گذاره ضرر میکنه، اینوستره ضرر. چرا برنامه استیتای دیگه تجهیز نگرفت؟ چرا استیتای دیگه ساپورت نمیکنن؟ دلیل چیه؟ به خاطر اینکه ببین استیتای دیگه اصلا تو رفته رفته شما هرچه لس آنجلس دورتر میشی و از نیویورک از این ور دورتر میشی، ایرانی بودنه از بین رفته. یعنی ما رفته رفته یادت باشه تو آمریکا رو بهش میگن ملتین پات، یعنی ظرفی که همه چی رو ذوب میکنه. بله متوجه، ذوب محیط میشه. بچه های امروزی ما 17 18 19 ساله ای که توی آمریکا به دنیا آمده یا بزرگ شده، اصلا این خواننده ها نمیشناسه، خواننده اینجا رو نمیشناسه، ایرانی های اینجا رو، چه برسه از ایران خواننده بیاد. درست آدم 60 ساله 65 ساله اینا گیشه ای نیستن، اینا پول گیشه نمیدن. راست، شاید اگر بخوان این کارو بکنن یک بار تو زندگیشون برن یک کنسرت ببینن، اونم با کسی که خاطر دارن، مثل گوگوش مثلا یا مثل داریوش، اونا یک بار هزینه میکنن که اون یک بار هم به خاطر خاطراتشونه، نه به خاطر هیچ چیزی. یعنی نوستالژی است که میکشه طرف رو به سالون. فهمیدم. پس اصلا اونجوری که شما مود سوال میکنی، من فکر میکنم علی جان این برنامه‌ای که من خودم ریختم که میخوام کامیدی و موزیک و مثل رت پک یادت به چی گفتم رت پک، من میخوام یه برنامه رو همیشه خواستم اجرا کنم که مردم بیان انترتین بشن. علی جان به نظر من که بیان 6 تا خواننده بخونه 5 تا خواننده بخونه، هیچ موقع کردیت اونو یه خواننده نمیگیره. آقای امیرقاسمی شما وقتی من کنار 3 تا خواننده میذاری از کجا بدونم برای من اومدن؟ شاید طرفدارای اون خواننده اومدن دارن به من فوش میدن، متوجه این؟ ولی اینجوری هم که شما الان میفرمایید، جمع کوچیک‌تر، پول کمتر، پول جمع جورتر، راحت‌تر میشه پول ساخت. نمیشه اون عددهای نوجو میره دیگه 100,000 150,000 500,000 دلار، چون ریلستیکلی دازنت میک سنس. من خودم به جان خودت علی جان، من یه تور اروپا که رفتم 4 سال پیش، خیلی قشنگ برنامه گذار برام توضیح داد، گفت جان یه جای 200 نفر جا میشه، 300 نفر جا میشه، چقدرشو بگیرم بدم به تو؟ دیدم به جان علی داره راست میگه، درسته کاملا. گفت نمیتونی. ببین واقعیتم، گو آقا خواننده ایران همینجوری گفت، گو خواننده ایران تو اروپا یه قدرت خاصی گرفتن، چون آمریکا یه ذره سخت در میان. گفت تو اروپا، تمام اروپا، همه جا کنسرت خواننده، حتی من برنامه داشتم تو تورنتو، آقای بهنام وانی برنامه داشت، آقای ابی برنامه داشت، متوجه این؟ آقای بهنام وانی برنامه داشت و آقای ابی برنامه داشت، روبرمون برنامه داشت، میگفتیش که اسی جان شما حساب کن 300 نفر روبره اونم خواننده گذاشتن که حالا 1,000 نفر 2,000 نفر آقای محسن یگانه دمش کم میبرید، میگه برای 300 نفر چقدر باید پول بگیرم، چقدر باید به تو بدم؟
دیدم دو تا چهار تا کردن دیدم راست میگه. اگه از ریلستیک باشم علی 20 تا برنامه بزنم 22500 دلار 23000 دلار بگیرم خیلی بهتره تا بشینم که رو 15000 دلار به من بده. میگم مثلا نمیتونم بدم. میگم از کی بگیرم؟ میگم نفری چقدر از این بیچاره ها بتونم بگیرم؟ 50 دلار. یه مثلا هم واسط بگم اونم اینه که مثلا محسن یگانه که یکی از خواننده خیلی خوبه. یه خواننده بسیار خوبه. یعنی از لحاظ آرتیست بوده و خوانندگی خواننده خیلی خوبه. یگانه دفعه اولش بسیار عالی بود ولی دفعه دومش اصلا خوب نبود نسبت به دفعه اول. منم اینا رو میشنوم. پس توجه داشته باش، حتی همین دوستان هنرمند من یک بار یا دو بار سومین بار مطمئن باش که کنسرت شکست بزرگیه. یا بهنامو که صحبت کردی، من با بهنام اتفاقا توی روسیه دیدمش، بسیارم انسان نازنین و خوبیه، ولی بهنام بان همه اینها زمان دارن. یعنی بهنام بانی دو سال پیش تو آمریکا جمعیتش دو برابر امروز بهنام بانی در لس آنجلسه. بله چون اون موقعی داغ هستی اینجا کار میکنه و نتونن برسن متاسفانه. و درست میگم، بعد یه چیزی راجع به لس آنجلس کردیت بدیم علی جان و بگیریم به بچه‌های لس آنجلس این کردیت رو بدیم. هممون برند شدیم، یه اسمی برای خودمون داریم، یه جمعیت کوچیکی رو میتونیم جمع کنیم، اینو قبول کنیم. هممون جا افتادیم، شهریار عزیز، سیپ پویا، همه بچه‌ها، برای همین یه ذره مارکت کوچیک‌تر میشه. ولی من فکر کنم هنوز پولساز در درجه پایین‌تر هست. حالا کار من یه ذره فهم روزی که مغزه کار کنه که بدون قیمت طرف چقدره. ببین هر کسی که صبح از خواب پا میشه، مثل جون هر خواننده‌ای که از صبح از خواب پا میشه تو آینه خودش میدونه چه خبره. خدا پدرت چه بیامرزد. ممکنه پای تلفن به برنامه گذار فکر دیگه بکنه، ولی تو آینه خودش میدونه چه خبره. دقیقاً زمانی که تو قیمت خودتو ندونی چه خبره، اون زمانی که خدا زده پس کلت. بله، و واقعا این... یه چوب خود صدا نداره. این مسئله است. بله صدا نداره. من از این به بعد فهمیدم که چرا صدا نداره. میگن یه طرف و یه پرش آخرین سیستم رفت دنبال دوست دخترش. چه ماشین آخرین مدل. دختر خوشگل من سروار ماشین شد. یارو گفت آقا من بعد یه چیزی به شما بگم. تو پیارو گفت. دختر گفت چی عزیزم؟ گفت من زن دارم و دو تا بچه. دختر گفت ترسیدم، فکر کردم خب این ماشین مال خودت نیست. گوهره درسوندی بابا چیکار می‌کنی؟ آره زندگی اینجوری شده دیگه، یه ذره شوخیش کنیم. بعد شنیدی که چرا پسر از ماهی خوششون نمیاد؟ ماهی چون پولکی ان. یه ذره فانش کنیم ملت وسرشون سنره. تو راهنمای رانندگی قزوین علی جان یه تابلو زده بودن، دیر کردن بهتر از هرگز نکردن است. از سرعت خود بکایید. من که تیربارونم رفت، یعنی من یه مدتی که امید داشتم برم ایران، فکر نمی‌کنم دیگه به ایران برسم. ولی خب اینا حالشون رو بکنن ملت، می‌بینی امام جمعه چون شما نسبت قزوینی هستش حله. پس ولی امام جمعه شون هم گفت تا امید هست آرزو نمی‌کنی. یعنی امیدوارم بینندگان عزیزمون دارن لذت میبرن. به خدا آقا شنیدین که تو بندر عباس یه ماری میدین که مردم میخوابیدن با شلوارا، مردا شلوارای بزرگ دارن دیگه، یه مار اشتباهی رفت تو شلوار یه عربه، رسید بالا گفت وولک چرا رو صندلی چرخدار نشستی؟ امروز یه خانمی هم زنگ زد یه جا که خوشگلی گوگل لورستان، اداره راهنمای رانندگی لورستان گفته هیچ احتیاجی نداره برای امتحان رانندگی ناشتا بیاین. صابونه دونو بخورین و بیاین. anyway اینا رو میگیم که فقط مردم شاد باشن، بخندن، حال کنن، از این جدی بودن درات. ایشالله ایرانی هر جا که هست علی جون، این همه زحمت، من خدا وکیلی همیشه گفتم من کارم رو یه جدی میکنم، شما خودتونم میدونید من برای اون چیزی که خواستم خودم به دست بیارم علی جون به دست آورم. با اون هیاهویی که تو دبی به وجود اومد و شایعه‌ای که ساختن و 400000 دلار الان بیان 20000 دلار هم بدن به جون تو بهره میخونی. گفتم که آقای ابی قراره جده بخونه برای عربستان، الان بعد میخونی. ولی با این شایعاتی که شد اونجا که خواستم رسیدم، اون چیزی که تو هدفم ایشالله با همکاری همه شماها، یه کمدی شو موزیک با استاد بدخش که خیلی دوستش هم داریم. این استاد بدخش یه داستانی رو از علی
باید بگم من هر جا با این آقای بدرس کنسرت میرفتم همه دخترای خوشگل برای امیر میومدن به جانتون، یعنی بر پدر اون خواننده لعنت که میرفتیم تک تنها تو اتاق میخوابیدیم آقا امیر رو ورم داشتن میبردن. من و علی تبللی فقط امیدمون این بود که روز بعد امیر رو میارن تحویل بدن برامون اون بربری هم بیارن چون خودت علی هم شیرازیه میدونی که به خدا کنه امیر حالش خوب باشه که یه ذره پنیر برامون بیارن ما نگران نونپرین فردامون بودیم. امیر جان من خواننده که تو اتاق تنها خوابیده پرکاش شما رو میان دو دو تا میبرن. بعد ما فهمیدیم اونجا یه بار که امیر با ما نزد با یه دوست دیگه رفتیم استاد هر چی اومد سیبیل گلوف به جانه تو چون همه سیبیلا دو دور تاب داشت. گفتم چاکر جان بفرمایید خواهش می‌کنم. برای همینم یادی کرده باشی از استاد بدخش که الان داره نگاه میکنه، خیلی هم استاد باحال یا خیلی هم با ادب و چقدر زندگی کردم من با این استاد بدخش. بله بله گفتم الان امیر بدخش کجاست؟ امیر جان جز مثل چیز میمونه، مثل سوپرمن هست، نمیدونی کجاست. هر جو که یه بیچاره کمک احتیاج داری یه دفعه پیداش میشه. محبت کردش در روز عید، اتفاقا همیشه محبت داره به من، برای من یه تبریک عید زد، برام بهش جواب دادم، گفت من تو آمریکا نیستم، ایشالله به زودی میام. آره دیگه به زودی میامش نفهمیدم چیه. آره این به زودی میامش مثل کامینگ سود فیلم هاست. کامینگ سود استاد فکر کنم آلمان تشریف دارن یا ترکیه تشریف دارن همین دوره بر. من زیاد فضولی تو کارشون نمیکنم ولی هستن ایشون. مامانشون تفلک یه ذره ناراحتی کمر داشتن، میگه که همه دیگه مواظب مامانشون هستن و ایشون بره. بره. ایشون هم بیزینس ایشون هم ایشون هم مثل من یه دونه فرزنده به خاطر همین خدا مادرش بده همین بعد مواظب مادر بی بود دیگه، برای همین هم مواظب مادر و پدر خیلی بود که حالا خدا پدر شو بیامرزه واقعا زمان مادر هستش. خدا مادر شما رو بیامرزه واقعا، چقدر خاطره داشتیم با ایشون، خدا بیامرز و واقعا آره خدا مادرشون حفظ کنه، بچه‌ای که زندن عمر حفظ کنه. ایشون هم هست، ایشون هم سلام داره خدمتت، نگاه میکنه همش توی اینترنت با هم مثل شما که در تماسیم مسیج میفرستیم که چه خواهد شد. همه ما فکر میکنیم با یکی این بچهای برنامه‌گذار صحبت میکردم دیروز، میگفت 2020 به طور کامل فکر نمیکنم علی جون برنامه موسیقی وجود داشته باشه، چون این تازه هیت کرده تا بیان اینجا رو کلیرش کنن. من فکر میکنم تو آمریکا تا آگست میره، اینا میگن می 17 امکان داره بیاین بیرون یه ذره با احتیاط یه کارایی رو بکنیم، ولی آی تینک تا آگست ما درگیر خواهیم بود. پس 2020 برنامه ها به تو، اتفاقا فرشید امین عزیز دیروز بهم زنگ زده بود داشت راجع به این مسئله صحبت میکرد. فرشید امینم نقش بزرگی داشته در کاری که من کردم، دبی و ایران اینم میگفت من فکر نمیکنم 2020 اتفاقی 2020 من فکر نمیکنم دیگه علی جان اتفاقی افتاده باشه. برای همین بچه‌ها همه منتظرن ببینن استپ بعدی چیه، درآمدا چیه. بگو تکسا رو بدن الان، تکسا رو بدن، شاید 1200 دلار رو بگیری. نه ولی به تکس کاری نداره علی، میدونی مسکی میدن 1200. چرا داره نه 100 درصد. مطمئنی؟ 100 درصد. اوه پس یکی ما دروغ گفت، چون کوروش جان برام نکی دروغ گفته باشه، کوروش عزیز نمیدونست، کوروش بیبیان عزیز برای من فرستاد استاتوسش، گفت اصلا کاری به این کارا نداره. نه اولا اون کاغذی که برای شما ایشو فرستاده واسه همه فرستاده، اگه انگلیسی شما ماشاءالله ورز انگلیسیت خوبه، اگه انگلیسیت خوب باشه تا آخرش بخونی، اون آخرش دو سه تا سوال داره که اون کاغذی ایشون فرستاده، اگه اون کاغذ شما پر کنی اون دو سه تا سوال رو اشتباه جواب بدی، برات مشکل ساز خیلی زیادی میشه، چون فدراله. برای همین اونی که اصلا فراموش کنید اون کاغذ رو چه فرستاده بودش که تا مثل که امروز 5 بعد از تا دیروز تا دیروز 4 بعد از بعد اون نبوده. اصلا اون نیستش، اون 1200 دلار دیگه که تو حساب بانکی بعضی ریخته شده و پولش ریخته شده، اون به کسای رب داره که 2018 2019 تکسشون رو دادن، تکسشون رو پر کردن. اگر اونجوری باشه اون موقع اون 1200 دلار برات میادش، دایرکت دیپوزیت میشه. بله اگرم شما این کارو کرده باشی، همه کارات درست کرده باشی، میتونی از دولت هم یه SBA لون دریافت بکنی. SBA لون بیزنس داشته باشی علی جون، بیزنس داشته باشی. آره فکر نمی کنم که به شما که میتونی تلویزیونت بیزنست اگه استبلیش شده LLC شما کورپی شما، آره شما میتونی به عنوان تلویزیون انجام بدی، ولی فکر نمی کنم آدم معمولی اون 1200 دلار رو، من زیر این ایمپرشن بودم که تکس ندادی نمیده، بس نمیدن اونا، امکان نداره بدن. نه اون 1200 دلار بعد تکساتون رو انجام داده باشی، مالیاتتون رو داده باشی، توجه داشته باشی. ما داریم درباره ایران و آمریکا فرقشون با هم اینه،
چون خیلی این صحبت میکنن تو ایران مردم مالیات مثل آمریکا نمیپردازن، نداریم ماره نداریم، نه به خاطر همین هم این مسئله مسئله فرق میکنه. تو آمریکا شما باید سالیانه مالیات بدید، الان کسانی که مالیات دادن از طرف اصلا حساب بانکی مشخصه چطوری میخوام بهت پول بریزن، حساب بانکی دارن رو اون حساب بانکی که شما توی کاغذ مالیات پر کردی، بله پس پول ریخته میشه به حساب مالیات شما به اون حساب بانکی. اصلا اشتباه متوجه، اشتباه متوجه، چون من تو فرستاگو اصلا احتیاجی نداره. نه 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 اون کاغذ اصلا به شما ربط پیدا نمیکنه، اون اصلا پس نزدیکش هم نشید. خوب شد این اصلا خوب چیدین انجامش ندادم. آره نزدیکش هم نشید. آره اون کاغذ اصلا نزدیکش نشید. کوروش خواسته، کوروش خواسته همه هنرمندا رو با هم دیگه بفرسته زندان. این دیگه این هم امکان داره دلیلش باشه. این بکنم بخواستم. کوروش خواسته بزنی یه کاری کنم همه با هم دیگه برن شاید اونجا کنسرت برگزار بشه. یه عده زیادی گوش مجانی اونجا هستن آماده. نه جوری نگو گروشا، به خدا منظورم این نبود که اینه بگم علی داره میگه به من ربطی نداره، الان فهمیدم که من خواستم کمک کنم تو این کارو با من کردی. نه سر 11 بودیم گروش میبیاد یک سر به من گفت چی شد منتظر صحبت ما پس چی شد حالا داری میبینه بعد ببین بیچاره شدیم به خدا. ولی سلطانیه ها تو کار خودش ببین مواظبش باشین زیرخاکی زیاد دستشه بک استیج این کسی که اونو بعد بکشی جلو دور می‌داری. کوروش بیبیان، کوروش بیبیان عزیز، این ایشون جزء اسطوره‌های بله اسطوره‌های خدا سر شده شکر نمی‌کنم به جون مادرم هندونه زیر بغلش یه پست از هایده خدا بیامرز گذاشته بود با آقای فرید زولان برای یه آهنگ. چه لذتی بردم تو استودیو اگزکتلی آقای زولان داشت میگفت چجوری بخونی. آقا من یاد اون خاطرات خوب لس آنجلس که تو استودیو همش با بچه‌ها بودیم افتادم و اینو کوروش داره. کوروش یه کاری داریم و کوروش انجام میدیم که حالا بعدن فعلا الان هر دو تامون یه دو سه هفته هست تو قرنطینه هستیم، منم این مود جوتایمو فکر کنم الان سالمی خدا رو شکر. واسه همین یه برنامه این که انجام دادیم با هم دیگه به نام خورجین خاطرات بود. آها. که دو بار پخش شد خیلی مورد توجه قرار گرفت. من به قول میدم میگیره. آره ولی یه کار دیگه داریم انجام میدیم به نام خط قرمز که اون رو هم آره این خورجین خاطرات رو باز دوباره این هفته فکر کنم دوباره ضبط بکنیم با هم. علی بکنه علی اسمش هم قشنگه به جون امیر قاسمی قشنگه. خورجین خاطرات از خط قرمز یه ذره قشنگ‌تره به نظر. خط قرمز به خاطر این بودش که خط قرمز به خاطر اینکه کوروش می‌دونی چیز نداره، مثل تو که خودت میگی آره ترمز نداری، کوروش هم ترمز نداره، به خاطر همین ما خواستیم این خط قرمز رو بذاریم اسمش رو که اگرم نزدیک خط قرمز شدیم به کسی بر نخوره. فهمیدم. یه سری قصه‌ها و داستان‌هایی که هیچ کسی نمیدونه را انجام بدیم. خیلی میدونه ها، خیلی میدونه. پیروز زنگ زده بود از دوست مشترکمون آقای جمالی. اون خیلی از همه میدونه، من خیلی از اون میدونم. شما اینجا از همه زبلتر جایی به خدا. هیچ کی از تو هیچی نداره ولی تو از همه همه چی داری علی. دست بعد. بیچاره کوروش واقعا. ولی دمش گرم. واقعا این بچه‌م سوخت تو این همه زحمت علی. من یادمه به جان تو من آهنگ زنگ تفریح هاتف اومده بود یادته 90 آلبوم من روش کار کردم چون همون چه 89 90 بود. نه ببین جام جمعه کوروش بیبیانه عظمتی بود یادت نمیاد علی؟ ما میمدیم اونجا وایم، ما اونجا میمدیم وایم. آره من اونجا میمدم وایم. شما آره میشه. شما اون موقع بود که شما موقع که با سیاوش شمس شما رو آلبوم سیاوش شمس نه 85 بود 85 بود سیاوش. آره پس حاتف آره. اون آهنگ زنگ که ویدیوشو با هم گرفتیم دیگه ویدیو مهمونی رو شما کجی گرفت شما دیرکت کردید یاد نمیاد مگه با هم بودیم آره کل آلبوم زنگ تفریح رو من باش با آره علی. آره بعد جام جم یاد باشه قدرتی بود به جان بس. علی یه شات پخش میشد دنیا گرفته میشد. داشت دفلک پرویزا صحبت میکرد میگفت چه تجربه ای من تو تلویزیون داشتم. گفتم بابا هنوزم داری، هنوزم سلطانی، هنوزم بعد ببینید گرد خاکا رو بزنن کنار این زیر خاکی‌ها رو درارن. جون علی جدی بهت میگم He's a very nice guy too. میدونی بچه خوبیه. ویشس نیست. ویشه نابودت نمیخواد بکنه. خیلی بچه خوبیه واقعا. آره. با دوستاش دوسته. آره. ولی باید دوست. با حالا دوستش نباشی. آره باره. اگه دوستش نباشی که خب جهنه. اسی جان من اتفاقا حالا بریم سراغ داستانه خودت.
چند روز پیش خیلی یاد تو افتادم سر این میکنوس و نوکنوس. آره یادت جونم این آره. میکنوس خیلی ترکون، میکنوس دوبه دوبه دو شد به جان تو. خودم رفته بودم تو همون حس. آره و چرا مریض شده بودی؟ میخواستم دکتره رو بپرسم سراغش از آره بودی. آره ببین جونه تو مال ترکیه خطرناکی میکنوس، گفتم اینقدر میله بزرگ بود یارو کوتشو آویزون کرد و کونم فکر جالب بود. داداش من پاشم برم و من اینجا کار ندارم بمونم. حالا بعدهاشو بعدم بعد علی بعد یه برنامه میذارم که دیگه یه ذره رومون بیشتر باز شد، اتفاقی که بعد از میکنوس افتاده برای تعریف کنم. اونم خیلی اونم اون یه سشن دیگه داره که دیگه بزنیم به سیم آخر دیگه علی جان دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. بعد اون زمان خانومم تفلک شمالی بود، الان شهره واشنگتن اکس وایف همه. بعد زنگ زده بود میخندید میگفت تو چجوری همه اینا یادت مونده؟ گفتم به خاطری که اون چیزی که کرده بودن من بودم. اون میلای میکنوس در من بود، برای همین من در روز یادمه میدونی. من یادم نمیره تا آخر، ولی خاطرات خوبی بود و این واقعیت علی ملت چقدر چقدر خوحال کردن. خدا سرشد ساختگی نبود، اتفاق افتاد. حالا اسما رو خودم اضافه کردم، ولی اون ترکیه سیگار میکشید بنایی میکرد، من با اون میله تو اتاق در باز پنجره باز، همین اتفاق افتاد. ولی خیلی باحال بود، خیلی باحال. مادر داستان مادر الله اکبر مادر دیگه تعریف. آره گفتم الله اکبر گفتم، اون که دیگه براتون گفتم که اون همیشه بود. این سریالای ترکی به جان خوده. حالا دوباره الان مورو... چیکار میکنه الان چیکار الان میکنه؟ الان ببین نمیگه الان سریال براشون گرفتم، از این چیزا دستگاه ایرانی گرفتم، این سریال ترکیه رو میزنن میرن تا آخر، دوباره میان از اول. بعد جالب بابا و مامان با هم نگاه میکنن، هر جفتشون برای هم توضیح میدن، هر جفتشون هم اشتباه توضیح میدن، یعنی اصلا نفهمیدن چی به چیه. من که میدم نگاه میکنم میرم جفتشون نگرفتن اصلا چیه. عاشق فضیلت خانومن، عاشق اون علی ماهیگیرن، سریال علی چیه ترک خوشتی بقیر. آره اینا دیگه همش اونو نگاه میکنم استاد، همه زندگیشون این سریال ترکیه هست، گرفت این سریال های ترکیه ایرانی ها رو به جانت و دوست دارن، حال دارن، داستانشو میبینی باش ریلی میکنن. من فکر میکنم ایرانم، البته یه چیز خوب شد یادم انداختی بگم، من آقای پرویز پرستویی رو خیلی دوست دارم. ایشون یه اسطوره‌ایه و واقعا ایشون خیلی پستایی که تو اینستاگرام میذاره من عاشقشم. یه سالوت بعد ایشون بکنم، چون واقعا درد جامعه و واقعا بیوتیفول. آقا ایشون هم میذاره 1,000,000 هیت میگیره، 800,000 تا هیت میگیره، چیزایی که واقعا زیباست. ایشون یه سریالی رو بازی کردن همگناه، نمیدونم شما دیدین یا نه. نه متاسفم. آره استاد خیلی قشنگ، خیلی دو استوری لاین قشنگ، خیلی زیبا. ایشون واقعا الپچینوی ایرانه، ایشون از الپچینو هم قوی تره. تو این سریال ایشون اینه هیت هیت الپچینو و رابرت دینرو بود که الپچینو پلیسه. اگزکتلی همین ایشونه و ایشون واقعا این سریال کردن. سریال ایرانی هم میتونن خیلی جذاب و باحال باشن، فقط ترکیه یا فکر میکنم به علت یه ذره آزادتر بودن، نه بگیم اینا، یه ذره آزادتر بودن، اگه به امید خدا ایران به اون درجه برسه ما بیتشون میکنیم 100%. درسته. یعنی من واقعا پرویز عزیز بسیار آدم بی‌نظیریه، انسانه و کاری که داره انجام میده واقعا در سطح بین الملل انسانی بسیار کارش درسته واقعا. زنده باشن ایشون. ایشون رضا صادقی دوست عزیز خودم که ازش آهنگ دارم، شعر دارم، آلبوم دارم، کارهای خیلی خوب دارم. اینا واقعا انسانن، اینا کارهای انسانی دارن میکنن علی. اینا افتخاره. از همه شوخی ها گذشتیم، میخوایم در جمع کردن شمون این باشه که فکر نکنه ما بی ادبیم، بی سوادیم. علی خودت میدونی چند سال منو میشناسی، از 85 سال منو میشناسی. مدرسه رفتم، زحمت کشیدم، درس خوندم، همه چی رو خودم دادم، خودم همه کار کردم، همه هنرمند دارم دوست داشتم، خودت میدونی همه رو ساپورت کردم. شما میدونی من سی دی همه بچه‌ها رو خریدم، یه دونه سی دی مفتی من از هیچکی نگرفتم. اینو نادر. برای همین امیدوارم این بچه‌ای که قرض زحمت کشیدن، ما خواننده‌های خوبی داریم، ما بچه‌های خیلی خوبی اینجا داریم، این بعد خواننده‌های خیلی خوبی داریم، هنرمندای خوبی داریم. ان‌شاءالله اینا بتونن با هم یه گرد دوباره همون حرفی که شما زدید بیایم با شما با یه تیم بشیم. احتیاج نداشته باشیم که یه رادیو یه سایت التماس کنیم پول بدیم کارمونو بزنن. به جان علی باورت نمیشه بعضی موقع من به خاطر این برنامه‌هاش نمیخوام برم، نمیخوام زب کنم، نمیخوام ویدیو بگیرم، چون علی دارم واقعیت بدم. اگه داریم درد دل میکنیم آنلاین، چون از من خیلی طرفدارا سوال میکنن آقا کار جدید چی شد، چه رده
یکی این که علی جان انقدر شما فعالیت نداری، یه ذره وزنت میره بالاتر، خوشت نمیاد از خودت ویدیو بگیری، چون اون درست شدنیه با یه رژیم. ولی کار بعدیش این بدبختی بعد از درست شدن آهنگ و ویدیو با این سایت ها سر و کله زدن. علی آیا امیر قاسم میدینی خدا کنه شما بتونی بیای به عنوان یه چینگ میدیا اینه، فکر کن علی جون راجبش الان الان تو فکرش از این مسئله کرونا یه مقداری فاصله رو نه، ولی علی الان باید خیلی بیشتر قدرت بده. الان شما نگاه کن تو این مملکت شما سولتیا داری، منصورا داری، کامران اومنا داری، شهریار داری، اسی فرشید همین، اینجا خواننده‌هاش جا افتادن، شناخته شدن، آدمای خوبی هم هستن. شما یه آرتیست نباید بیاد بی ادبی کنه، فوش بدی بیرا بده، فوش خار مادر بده، بخواد آدینس هم کنه. ماها بازم یه حیایی داریم برای خودمون. شما خودت اینقدر مؤمن خوب، اینقدر اسلام و احترام میذاری، زندگیت احترام میذاری. به نظر من میشه علی، به نظر من وقتشه بعد از همین پاشیدگی ها شما بیای با هر کی دوست عزیزمون آقای سمنانی، هر کی میدونی من نمیدونم، هر کی شما یه چیزی رو جمع کنین علی جان، حیفه که بچه‌ها احساس آرامش کنن و خدا وکیلی دیگه بعد از این همه سختی‌ها دیگه چیز نباشه، تعارفی بینمون نباشه، چون الان هممون تو یه سطحیم. شما این حرف منو قبول داری، الان موزیک به یه جا رسیده که فرق من با اون سوپر استاره چند نفره؟ 200 نفر جان، 200 نفر نوریس درست 200 نفره، درسته؟ برای همین ان شاء الله که بشه انجامش بدیم، متوجه این؟ آقا یه سوال دیگه الان از من میکنن، میان رو خط، این لایو رو دارن میبینن الان رو صفحه شما؟ بله بله. چون از من حساب بعد بیان صفحه شما، صفحه شما اوپنه؟ بله اوپنه. آیا امیر قاسمی؟ فقط علیرضا امیر قاسمی رو شما با یه اس نوشتی، امیر قاسمی با دوتا اس. ولی خودشون بزنن، بعد شما میذارین، شما ضبط میکنین بعد بذارینش. بله الان آقای آکام عزیز ما دارن ایشو برنامه رو همزمان داره برنامه ضبط میشه و بعدش هم در برنامه در خود تپش هم این برنامه رو پخش میکنه. آره چون به من میگن ساعت 12 شو اینجا، ولی مثل که نیدن لایو شما رو اینجا، ولی خب انیوی امیدوارم آیا امیر قاسمی شما بیای و این بزرگی رو بکنی و این بچه‌ها، به خدا جدی میگم میشه، این کرونایی دلیل خیلی خوبی شد یه ذره بشینیم خونه نفس بکشیم، یه ذره استراحت کنیم، یه ذره فکر کنیم، یه ذره ببینیم آقا ویکندای دو روز بسته، ویکند دو هفته‌ای به دردمون نمیخوره، کف میکنیم واقعا. و انجامش بدیم و بچه ها با سنس، با understanding بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. یک کسی نوشته بود که من میخوام اونی که این ضربان مثلا درست کرده گفته هیچ جا بهتر از خونه نیست و گیرش بیارم یک کتک مفصلش بذارم. آره راست میگه، سخته. من خیلی ها چیزای قشنگی نوشتن که ویکند بیشتر از دو روز دیگه به درد نمیخوره و واقعا آقا آدم واقعا قاطی میکنه. حالا خدا رو شکر من ازدواج نکردم، ولی خیلی از بچه‌ها ما که ازدواج کردن تفلک ها الان به درجه خطرناکی رسیدن. یعنی بابای من که میدونین که بعد از 30 سال زندگی با مادرم میگه خودش حرف میزنه، اصلا به ننم کاری نداره. طرفی گفتش که میگفت الان من یه گذشته از این چالش هاست که هر کسی که به ریحانا این کاری کرده گفته که من میخوام کمک کنم به اون خانواده هایی که با هم دیگه دعوا میکنن زن شوهرها، نه دعوا نکنن، برای همین به اونا پول میفرستم براشون. من ملت دعوا میکنن که پول بگیرن. الان دیگه تو خونه کم کم رفته دیگه الان به پرپای هم میپیچن، هی دیگه هم دیگه میگیرن. علی جان یه چیز دیگه دیدم خیلی بال بود، سیاپوسته رو برات میفشم. مرد سیاپوسته جلو دوربین زنش بلوش نشسته، کاغذ دستشه، میگه یا من برای کووید 19 پازیتیوم، خیلی ناراحتم. میده برگره دست زنش، زنه میخونه کوکائین می 19 یارو پازیتیو. دیدی اینو؟ خیلی زنه تو زنه یارو میگه یور پازیتیو فور کوکائین می 19 نات کووید 19. خیلی باحال، برات میفرستم بعد از اینکه قطع شد برات حتما میفرستم، خیلی باحال و واقعا جوکای خیلی زیبایی تو این مسئله در اومد. ان شاءالله که سالم باشید شما، همه بچه‌ها زحمتی که میکشین ان شاءالله پی آف بشه. همه ایرانی‌ها رو من دوست دارم در سراسر دنیا، اینو جدی بهت میگم، ما همه کارو برای دلمون انجام میدیم، شما بیشتر از من. این همه وقت میذاری علی، این همه انرژی میذاری، دمت گرم. حالا من بازم یه کار دیگه میکنم، یه پارچه فروشی یه کاری میکنم، خرج زندگی میگذره. ان شاءالله شما هم بتونی خرج، ان شاءالله از این ضبطای زیبا بشه یه پولی گرفت که به کمکی بشه به این پروداکشن، به این مسئله. ان شاءالله بتونیم. الان هدف بعدی دوستان این هستش که با چند نفر که صحبت کردیم بتونیم برای هنرمندا اون سایتی که لازمه و اون شبکه‌ای که لازمه رو آماده بکنیم. کاراش داره اتفاق میفته با امید خدا، مطمئنن هم اتفاق میفته و در سال 2020 من فکر کنم
این مسئله انجام بشه. خدا کنه که بشه. علی جون بکن این کار انجام. شما چون شما همیشه احترام و آرتیست رو به موقعش داشتی، چی کجا وایساده و کی رو چجی، اینا یه مشبچه جوانایی که اومدن اصلا براشون فرقی نمیکنه. میدونی این احترامه بعضی موقع برای ما خیلی بیشتر از پول میارزه. خودت هم اینو میدونی علی جون. برای شما همیشه احترامه بیشتر از پول ارزیده. که احترام بهت بذاره، نه پولش حالا مسئله نیست، حالا بالا پایین بشه، ولی انشالله که بشه علی جون. انشالله خسته نباشی. مرسی. مردم خوششون اومده باشه از کاری که کردیم. بیادبی ما حساب نکنن، ما دوستشون داریم واقعا. اینجا قربون تو، انشالله سلامت باشی. به مادر پدرم سلام برسون، بزرگیتونو میفرست. منتظرم که در سال 2021 شاید این شکم پر رو آماده بکنید که ما بیایم خونه. به جان تو حاضره، به جون مامانم. شما هفته دیگه تاریخ بیارم برادری جون، گفت اون دفعه درست کنم. بله علی جان بیارم. سلام به مامان برسون، هر کاری کردی خوشحال میشی. میارم به جون تو، الان به زنگ میزنم بعد اینجا درست کنم میارم در خونه. مرسی، خیلی ممنون. زنده باد ایران. مرسی، خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. زنده باشی. زنده باشی.